بعدی حمله تزارگران به سفارت عربستان سعودی در تهران این کشور اعلام کرد روابط دیپلماتی با ایران را قطع می کند. آدیل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روزی سیومی انور بعد اعلان این قرار از دیپلمات های ایرانی خواست در مدت 48 ساعت قلم روی عربستان را ترک کنند. بعد اجرای حکم قتل یک روحانی شناخته شیعه مذهب در عربستان سعودی گروه از تظاهرگران به از سفارت این کشور در تهران حمله کردند و آن را آتش زدند قتل شیخ نیمر نمر خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت و مناسبات پیچیده دو رقیب در خبری میانه ایران و عربستان سعودی را بدتر کرد در این باره صحبتی داشتم با همکارم بابک غفوری آذر از رادیوی فردا بابک رهبران ایران با اعلام عربستان سعودی در باره قطع روابط چگونه واکنش نشان دادند؟ مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون از این قطع رابطه انتقاد کردند. رئیس قوه قضایی ایران که بالاترین مقام قضایی محسوب میشه انتقاد کرده شدیدن به عربستان حمله کرده و گفته که از این قطع رابطه عربستان ضرر خواهد کرد اصحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم مقام بلندپایه دیگری بود که نسبت به این موضوع موضع کرد و گفت که عربستان سیاست تنش آفرینی خودش در منطقه با این تصمیم ادامه میده و بار دیگر موضع رئیس قوه قضاییه ایران رو تکرار کرد که گفت از این قطع رابطه ایران ضرر نخواهد کرد بلکه عربستان ضرر میکنه و ایران به دنبال افزایش تنش و درگیری در منطقه نیست رابطه ایران و عربستان سعودی تقریبا چهل سال است که پیچیده است مثلا فقط مسئله شیعه و سونی هست یا فراتر از این می رود؟ فراتر از این موضوع میتونه باشه هرچند موضوع شیعه و سنی هم یکی از عوامل اصلی دخیل در این ماجرا هستش ایران و عربستان دو قدرت بزرگ منطقه در خاور میانه هستند که هر کدوم اهداف و سیاست های خودشون رو دنبال میکنن و عمق استراتژیک هر کدومشون کشورهای مختلف است با این همه در بعضی مناسبات با همدیگر همپوشانی دارند و هر کدوم میخوان که منطقه خاورمیانه رو به یک سمتی پیش ببرند اوج این مناظره رو در بحران اخیر در سوریه میبینیم که هر کدوم از این دو کشور نسبت به یک طرف درگیری در سوریه موضع گیری داره و تبدیل به دو قطب متفاوت شده فراموش نکنیم که اختلاف و درگیری میان ایران و عربستان از زمان تغییر زمامداران عربستان و تغییر پادشاه این کشور و حاکمان عربستان سعودی شدت گرفته ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان رابطه به نسبت بهتری با ایران داشت تا پادشاه جدید ملک سلمان و تیم همکارش طور گفتی ایران و عربستان سعودی دو قدرت اصلی در خاور میانه هستند و اوج گرفتن تنش بین دو کشور چه های برای منطقه داشته می از روز گذشته که عربستان اعلام کرده رابطه خودش رو میخواد با ایران قطع بکنه بسیاری از کشورهای مختلف به این موضوع واکنش نشون دادن و خواستار خیشتنداری دو طرف شدن همین موضوع نشون میده که چه مقدار تأثیرگذار هستش رابطه میان ایران و عربستان شدت گرفتن خصومت ها بین این دو کشور و دشمنی ها میتونه آتش اختلافات در خاورمیانه میانه رو که همین الان شعله ور هست شعله ورتر بکنه و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران دنیای بین‌الملل ابراز نگرانی کردن که این اتفاقات میتونه بحران پیش آمده در سوریه رو پیشیده کنه و دستیابی به یک راه حل سیاسی رو دورتر بکنه فراموش نکنیم در منازعات دیگری به خصوص در منطقه خلیج فارس ایران و عربستان اختلافات زیادی با خود با همدیگر دارن و هر کدوم از کشورهای این منطقه هم طرفدار از دو کشور هستند در نتیجه ممکنه هر اختلاف دیگری که در آینده پیش بیاد باعث موضع طرفین زیادی در خاور میانه بشه و همین بر اختلافات و پیچیدگی های پیش اومده در خاور میانه بی تشکر همکارم بابک غفوری آزر از ردیو فردا صحبت میکرد.